در بهسود واقعا فاجعه انسانی و بشری صورت گرفته است و ارگانهای امنیتی باید پاسخگو باشه و کسایی که واقعا بالای مردم بیچاره شلیک کرده باید در پنجه قانون سپرده شود. شما بالای حکومت صدا بزنید که جنگ باعث صدمه وحدت ملی صورت بگیرد، نه به خیر ملت است و نه به خیر حکومت. در بامیان شما دیدید، در بدخشان میبینید، در اروزگان میبینید، در هلمند میبینید، در نگرهار میبینید، چه وقت ما از خون ملت خود سیر میشویم. حکومت میخواید مردم هزاره را و خصوصا اهل تشیع را به طور قصن و به طور آمدانه مورد حملات قرار بده. جمهوریت را زمان قربانی کردند که 1 میلیون انسان به خیابانهای کابل آمد، جنبش روشنایی به عنوان مردم افغانستان آمدند، اما 1 میلیون انسان را به خاک و خون کشیدند. فعلا متاسفانه به حد وضعیت خراب است و فعلا شهدا در میدان مانده، زخمی ها در میدان مانده و مردم هدف مرمی و گلوله قرار گرفته. که جناب محب صاحب و تیمش تصمیم میگیره و یک قوای خاص را به ولسوالی ها میفرسته به خاطر قتل عام مردم. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب رئیس صاحب، هیئت اداری وکلای منتخب مردم، سلام عرض ادب دارم. جناب رئیس صاحب، سوال اول ما شما هست که شما دیروز غیر مسئولانه حکومت موقت را از خانه ملت صدا بالا کردین و شما رئیس جرگه هستین و باید مسئولانه صحبت کنین و ما وضاحت میخواییم. و حیاتی که تعیین شده بود به خاطر یک طرح تعیین شده بود که در تالار میاره، ولی متاسفانه دیروز وقتی که ما شنیدیم شاک دیدیم و مردم افغانستان جمهوریت میخواه. جمهوریت جناب رئیس از مردم افغانستان است. هیچ کس حق نداره، باید خود دفاع بکنی، خانه ملت دفاع بکنه از جمهوریت، از نظام. نظام از شخص نیست جناب رئیس. ولی جای تاسف است که دیروز این صدا از شما بالا شد و ما جدی جناب رئیس بازاحت میخواییم این قضیه باید امروز معلوم شوه که شما چطور صدای دشمن را و صدای پاکستان را بالا کردید و خوب است که امروز جدی وضاحت بدین. دوم، بحثی بیسود است. در بیسود واقعا فاجعه انسانی و بشری صورت گرفته است و ارگانهای امنیتی باید پاسخگو باشه و کسایی که واقعا بالای مردم بیچاره شلیک کرده باید در پنجه قانون سپرده شوه و بغیر صورت همیشه ای ادامه پیدا خواهد کرد. مردم افغانستان و مردم افغانستان است که نظام هست، وکیل است، وزیر است و باید ارگانهای امنیتی مسئولانه پاسخ بدن. تشکر. به نام یاد خدا، سلام عرض ادب دارم خدمت جناب رئیس صاحب، هیئت محترم اداری، همکاران عزیز، صبح همه شما بخیر. درود و صلوات میفرستیم بر روح تمام شهدای افغانستان، خصوصا شهدای دلیر امنیتی و شهدای اخیر بیسود. جناب رئیس صاحب، من تقاضا میکنم در مورد جنجال بیسود توجه داشته باشین. شما بالای حکومت صدا بزنید که جنگ باعث صدمه وحدت ملی صورت بگیرد، نه به خیر ملت است و نه به خیر حکومت. جناب رئیس صاحب، من روی دو موضوع صحبت دارم. موضوع اول چاپ پول توسط رئیس بانک مرکزی، موضوع دوم بودیجه. حکومت افغانستان میخواهد چاپ 100 میلیارد پول افغانی را با کشور پولند عقد قرارداد نماید که این کار حکومت خلاف قانون و خلاف قانون اساسی است. چون اجمل احمدی نتوانست اعتماد پارلمان را بگیرد، خلاف قانون به صفت سرپرست بانک مرکزی ایفای وظیفه می نماید. در بانکنوت های افغانی حاوی امضای وزیر محترم مالیه و رئیس بانک مرکزی می باشد. فعلا نه هم وزیر مالیه داره و نه هم رئیس بانک مرکزی. اجمل احمدی هر عملی را که انجام می دهد مخالف با قانون، بنای باطل بر باطل است. در قسمت دوم بودیجه تشکری میکنم از جناب شما و هم از همکاران عزیز خود که با بلند کردن کارت‌های سرخ خود وقار و عزت مجلس را زنده ساختید. مجلس نمایندگان ثابت ساختند که معیار قضاوتشان عدالت، برابری و توازن بوده، همسانسازی ماشات خط سرخ ماست. تا زمانی که حکومت به خواست نمایندگان مردم تمکین نکند، مبارزه ما ادامه دارد.
جناب رئیس صاحب، مداخیر سه پیشنهاد دارم. خدمت شما از حکومت بخواهید که تا بروند سرپرستی ها خاتمه دهد، هر چی زودتر سرپرست وزرا و رئیس بانک، کاندید رئیس بانک مرکزی را به شورا معرفی نماید. اجمل احمدی مطابق قانون نه صلاحیت قانونی دارد و نه هم به شورا جوابگو است. بنابراین از حکومت می خواهیم تا جلو خودکامگی رئیس بانک مرکزی گرفته شود. الا معرفی رئیس جدید بانک مرکزی از چاپ پول خودداری نماید. سوم، همکاران عزیز، تا زمانی که عدالت در بودیجه و یکسانسازی معاشات در نظر گرفته نشود با بودیجه رای نمی دهیم. از توجهتان تشکر. من قبل از اینکه پیشنهاد تحریری درباره بعضی مشکلات به شما بدهم، دو مقدمه دارم. یک مقدمه این است که به نام من فیسبوک های زیاد ساخته شده و در این فیسبوک ها بعضی چیزا گذاشته می شود که از من نیست، متأ به نام من گذاشته می شود. تنها فیسبوک من که خودم اداره میکنم بشردوست فاوندیشن است. بنابراین چیزهای دیگر که در فیسبوک های دیگر به نام من میخوانین، بعض وقت به نسبت به شما نوشته میکنن، از من نیست. مقدمه دیگر که من میخوام عرض کنم این است که ما چرا ما یک خاصیت عجیب و غریب داریم که از غم یک دیگر شاد میشیم؟ چرا ما یک خاصیت عجیب و غریب داریم که 30 میلیون افراد کشور را حتما مزدور یک کشور دیگه میدانیم، حتما جاسوس یک کشور دیگه میدانیم؟ هر کسی که با ما مخالف بود او را حتما جاسوس یک کشور میدانیم. به این حساب 30 میلیون جاسوس ما داریم. ممکنه نباشن، ممکنه جاسوس نباشن، ممکنه حرفی که زده باشد نظر خودش باشد. و بعد همی پاکستان و ایران و آمریکا و فرانسه و آلمان بعضی کسا رو جاسوس هم قبول نمی کنن. اونا خو مفتخورا رو یک افغانی نمیدن. چرا ما حرفی هم دیگر رو نمیشنویم؟ چرا ما حتی از کشتن هم دیگر لذت میبریم؟ چرا ما مرده خود شهید اعلان میکنیم و مرده همسایه خود مردار میگوییم؟ چرا این ملت همه میکشد؟ چرا در خون ملت تشنه هستیم؟ در نمروز از یک فامیل 18 نفر کشته حکومت، در از یک فامیل 3 طفل در یک قبر گذاشتن. در بامیان شما دیدید، در بدخشان میبینید، در اروزگان میبینید، در ایلمن میبینید، در ننگرهار میبینید. چه وقت ما از خون ملت خود سیر میشویم؟ در 336 روز ولسوالی میکشن. طالب میکشد، داعش میکشد، حکومت میکشد، قماندان مسلح میکشد، قماندان مسلح غیر قانونی میکشد. کی را میکشن؟ نه اینکه کلانا را بکشن، بزرگا را بکشن، وزرا را بکشن، والیا را بکشن، جنرالا را بکشن، رهبرای جادی و چپی را بکشن، و ملت گریسنه بیچاره را میکشن. تا به کی؟ چرا ما هیچ وقت سیر نمیشیم؟ مشکلی که من مطرح میکنم، اگر قانون های مراعات کنید، 2 دقیقه وقت دارم چون تحریری میسپارم، مسئله قطع مدد ماشی با سلام و عرض ادب محضر هیئت محترم اداری و وکلای سربلند مردم افغانستان. برادرها و خواهرای عزیز، توجه بکنید لطفا. جمهوریت یا نظام جمهوری اسلامی افغانستان ثمره و خونبه های میلیون ها شهید و معلول و مجروح و آواره است. ارثیه کسی نیست، دستاورد فرد خاصی نیست. جمهوریت 3 رکن داره: قوه مقننه یا پارلمان، قوه قضائیه و قوه مجریه یا حکومت. امروز اگر بحث جمهوریت را ادعای مطرح میکنند که عمدتاً در حکومت و دستگاه های اجرایی قرار دارند، اگر اینا جمهوریت را تفسیر میکنند، ما چون این جمهوریت را قبول نداریم. جمهوریت را زمان قربانی کردن که انتخابات افغانستان را ملوث کردن به تقلب و تعصب. جمهوریت را زمان قربانی کردن که 1 میلیون انسان به خیابانهای کابل آمد،
جنبش روشنایی به عنوان مردم افغانستان آمدند، اما یک میلیون انسان را به خاک و خون کشیدند و 500 نفر شهید و معلول و مجروح را روی دست جمهوری گذاشتند. جمهوریت یعنی مردم. جمهوریت زمان قربانی شد که مردم، نمایندگان مردم در همین خانه به وزرای رأی ندادن، هم حکومت با زور سرنیزه از اونا با امروز استحصال وظیفه میکنه. کجای جمهوریت؟ کجاست جمهوریت که امروز یک چماق ساختن و میخواین سر کسانی را ببرن که اونا فقط حرف میزنن و آزادی بیان دارن؟ مسخره کردن جمهوریت را. زمانی که پلیس، قماندان پلیس میاد تظاهرات اعتراضات مردم را در بهسود سرکوب میکنه و آهی از نهاد خانه ملت و همین جمهوری خانه حکومتی بر نمیآید. کدام جمهوریت؟ جمهوریت زمان قربانی شد که فساد، بی‌تباهی، دزدی، چپاول دارایی‌های ملت عمومی شد و کسی شرم نمیکنه. این جمهوریت جمهوریت نیست که مطلوب ما باشه. ما نظام جمهوری اسلامی افغانستان را میخواهیم، نظامی که مردم در او با اراده آزاد خود میاین نظام را تعیین میکنه، پارلمان را تعیین میکنه، قضا را تعیین میکنه و حکومت را تعیین میکنه که بیش از 800,000 نفر او را حمایت میکنه. ما نظام را میخواهیم که قضای او مستقل، نظام را میخواهیم که پارلمان وقتی حرف میزنه، تصمیم سیاسی میگیره، حکومت به او گردن میگذاره. شما چنین جمهوریت میتونید سری در میان سرها داشته باشید؟ قطعا ما امارت نمیخواهیم، قطعا ما نمیخواهیم به دوران سیاه طالبا و استبداد دینی طالبا برگردیم. اما وقتی بخوایم صلح را به وجود بیاریم باید قربانی بدیم و قربانی دادن صلح، اگر کسی قرار است از مسندی بره و کشور ما آرام شود، خوب است که همین. بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه جناب رئیس صاحب، همکارای عزیز، السلام علیکم. درود بفرستم به شهدای اخیری که در ولایت میدان وردک به شهادت رسیدن. جناب رئیس صاحب، شما در جریان هستین، ما و شما همکارای عزیز، دمی اواخیر در ولایت میدان وردک یک تعداد نظامی های غیر مسئول یا اضافی اعزام شد در ولسوالی های بسود که وو باعث از این شد که همی نظامی غیر مسئول اضافی و بدون از این که با ولسوالی همکار باشه در اونجا اعزام شده بود و نه در اونجا تهدید امنیتی بود، نه مشکل امنیتی وجود داشت که ما اگر صحبتهای ما را گوش کنین وکیل صاحبا، ما از همه را شنیدیم. جناب رئیس صاحب، امی نظامی که در اونجا حضور داشتن و مردم به خاطر از اینکه چون ضرورت احساس نمیکرد و به عنوان نظامی و به عنوان یک تعداد کسایی که اصلا مشکل امنیتی در اونجا وجود نداشت اضافی بود و بدون ضرورت احساس میشد، مردم علیه از اینا تظاهرات کردند و این تظاهرات مردم ما بدون از اینکه کدام به اصطلاح کدام غیری چی باشه، یک تظاهرات مدنی و بدون سلاح و مسلح و مطابق قانون انجام داد و این تظاهرات متاسفانه مورد حمله از این نظامی قرار گرفت و فعلا متاسفانه به حد وضعیت خراب است و فعلا شهدا در میدان مانده، زخمی ها در میدان مانده و مردم هدف مرمی و گلوله قرار گرفته و یک هیئتی که قرار بود که اعزام شوه تا هنوز فکر کنم که نرفته. به این لحاظ جناب رئیس صاحب، توجه جناب شما را میخواهیم و اعضای پارلمان را میخواهیم که هرچی عاجلتر جلوی همچو فاجعه را بگیره. در غیر از او این به نفع هیچ طرف نیست و در این قسمت ما به این فکر، به این باور هستم که دشمنای ملت افغانستان، دولت افغانستان نفع میبره و این به ضرر مردم ما تمام میشه و این آینده بسیار خطرناک داره و این در بسود منتهی نمیشه و این در خانه خانه تمام ولایات خود نشر کرد و این خطرناک است بر ما و شما. و من از پارلمان افغانستان تقاضا دارم که هرچی عاجل هیئت اعزام شود و نتیجه کار هیئت مورد بررسی قرار بگیره که تا دقیق کسایی که در این فاجعه جرم انجام داده هرچی عاجل به پنجه قانون سپرده شود و جلوی حادثات گرفته شود تا فاجعه
درجه ازی بیشتر نشر نکنه. تشکر. جناب رئیس، ما میخوایم یک موضوع را که در ولایت میدان وردک که نو ولسوالی داره، از نو ولسوالی همش ناامترین ولسوالی ها بوده و یک دو ولسوالیش که بیسودای نست و امترین ولسوالی ها هستن که فعلا ما نمیفهمیم که شما وقتی که جمهوریت میگین، جمهوریت از کجایش است که جناب محب صاحب و تیمش تصمیم میگیره و یک قوای خاص را به ولسوالی ها میفرسته به خاطر قتل عام مردم. اگر او مردم به دفاع کدام گناهی می داشتن، به خاطر از اینکه از دفاع از جمهوریت کرده، به خاطر از اینکه رأی خاص خود به جمهوریت خود به اصطلاح داده یا از نظام پشتیبانی کرده، به می خاطر این مردم این مدت 3 روز است که قتل عام شده، جنازه و اجساد در روی سرک به افها ماندن. هنوز هم امی والی نامنهادی که از جناب محب صاحب روان کردن، حتی ما با وزارت داخله وقتی که در تماس هستیم، وزیر داخله میگه من از این کار خبر ندارم. پس در اینجا ما میخواهیم از این که اگر این جنایت از این که بالاتر شود، کارهای بعدی یا عملکردهای بعدی که در ولایت میدان وردک رخ میده، پاسخش باید خود ریاست جمهوری بگه. چون با هر ارگانی وقتی که ما زنگ زدیم و امرایشان در تماس میگه ما این کار را نکردیم. پس کی این کار را کرده که والی قمندان امنی به نام فدایی روان کرده و مردم حتی به این اجازه ندادن که اجساد امبولانس از روی زمین وردارن و امبولانس ها رو با مرمی زدن و مدت 16 کشته و 27 زخمی و 150 نفر به پیش خود سپر ساخته و ای را بندی کردن و اسیر گرفتن. ما جناب رئیس به شما تقاضا من داستم هرچی زودتر عیت را که در دو روز تصمیم گرفتن که دیروز هم هست دوباره پس گشت کرد از را و امروز هم تا حال هم در میدان هوایی منتظر است و بهانش همی است که وضعیت خوب نیست. وضعیت امنیتی را برن دوباره کنترل کنن و اون مردم ها غرامت از اون مردم ها بپردازن، جنگی را که بالای اون مردم تحمیل کردن همه غرامتش را بپردازن. در غیر از اون کارهای بعدی که رخ میده در اون ولایت، باز هم جوابگویش همی دولت خواهد بود و اون مسئولیتش هم به دوش از این هستن. تشکر میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم احترامات خدمت وکلای معزز، جناب رئیس صاحب، قوم هزاره و خصوصا اهل تشیع از 14 دهه هست که مورد تهاجمات قرار میگه، چه طالب باشد چه داعش باشد، و حالی ما نوبت حکومت رسیده، حکومت هم مردم ما را، مردمی که نه سلاح داره و نه دفاع داره، مردم ملکی ما را مورد هدف قرار میده. امروز در بهسود خون در جویها خون جریان داره، اما از خانه ملت صدا بیرون نمیشه، از مردم افغانستان صدا بیرون نمیشه که حکومت در حال چی کار میباشه، حکومت چی میکنه، واقعا حکومت است یا اینکه نه، حکومت یک چهره جدید به خود گرفته، چهره طالبانی گرفته، چهره داعشی گرفته. ما در کابل قتل عام میشیم، حکومت حتی بازخواست نمیکنه که ما را قتل عام کرده. در سرک ها خون ما جاری میشه، اطفال ما در کرسی کوثر چی گذشت، اما هیچ کس جواب به ما نداد که کی عامل قتل عام این کشتار کی بود. امروز در بهسود خون جاری است، امروز در بهسود توسط همین حکومتی که از پشت به ما خنجر میزنه، خانه طالب آباد که روبرو با ما جنگ میکنه، این حکومت با ما چی میکنه؟ مردم، اطفال، زن و طفل 150 نفر بگیرده و به تانک و تل بسته. چرا این حکومت، چرا دفاع بکنیم؟ کدام جمهوریت میخواین دفاع بکنیم؟ جمهوریت که مردم ما را قتل عام میکنه، اما طالب خوب است که مستقیم خواهد حل فقیر خو میکنه. جناب رئیس صاحب، ما در بهسود قتل عام جریان داره، تقریبا 18 نفر ما شهید دادیم، 25 نفر زخمی دادیم، 150 نفر حکومت گروگان گرفته. به خاطر چی؟ جنایت جنگی صورت میگیره در افغانستان، از جنایت جنگی دفاع نکنین. از جامعه بین المللی، از کمیسیون حقوق بشر، از یونما، از سازمان ملل، از سفارت امریکا میخواییم در این قضیه برای این بررسی بکنه دقیق واقعا چی جریان داره در این کشور. یا هزاره تابعی افغان انسان است؟ خب برای ما ترک تابعیت بگویم که بریم خلاص شاییم از دست شما. اگه هستیم پس از خون ما دفاع بکنین، اگه هستیم پس از پشت سر بارو با مرمی نزنین.
قتل عام کوثر چرا تا به حال عاملینش تسکیر نشده؟ حکومت میخواید مردم هزاره را و خصوصا اهل تشیع را به طور قسن و به طور عامدانه مورد حملات قرار بده تا که نمانه هزاره. هزاره هست، هزاره میمانه، صدای ما بلند هست. اگه تو از پشت هم برمی بزنیم ما استاد هستیم. تشکر. محترم عبدالرؤوف شپون.